سلام، تو کامنت ها بارها پرسیده شده که چرا قیچی پیتاژ من توی بعضی از کودهای استفاده نمی کنم. خب برای من یه بحث خیلی جالبی شد که من بخوام در مورد قیچی پیتاژ تولید محتوا کنم و شما رو با انواع پیتاژ ها آشنا کنم. اگه اولین بار این ویدیو رو میبینید لطفا ما رو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو هم بزنید که تولید محتوای جدیدی که ما آپلود میکنیم رو داشته باشید و ازش بهترین استفاده رو بکنید. بریم برای ادامه ویدیو. ببینید بچه ها، ما مدل‌های مختلفی قیچی پیتاژ داریم که حالا آرتیست ها اومدن طبق تجربه‌ای که داشتن تو دنیا اومدن حالا طراحی کردن، حالت‌های مختلفی از قیچی های پیتاژ رو درستش کردن، تولیدش کردن و وارد مارکت کردن و خیلی از همکارا دارن ازش استفاده میکنن، ولی همه این پیتاژ ها افکت های خاص خودشو داره. اولین قیچی که میخوام بهتون معرفی کنم قیچی 27% از دسته پیتاژ هاست که خیلی از همکارا تو مارکت دارن ازش استفاده میکنن برای حجم گرفتن. ببینید قیچی 27% رو شما مشاهده کنید، دقیقاً دندونه هاش خیلی نزدیکه و اکثر همکارا یا حتی اونایی که کارشون همین نیست با این قیچی آشنا. خب ببینید دوستان، این قیچی 27% برای کف سر اصلا مناسب نیست. خیلی ها میذارن دو کف سر میان کات میکنن و خیلی حجم مو رو میگیره و باعث میشه که شما مثلا توی یه هفته اول بعد کات راحتی و بعد از اون دیگه اصلا احساس راحتی نمی کنی، حتما باید دوباره یا بری آرایشگاه ترکم موها رو کم کنی یا اینکه بالاخره یه جوری بخوای باهاش کنار بیای. پس قیچی 27% پیشنهاد نمیشه برای تراکم، کم کردن تراکم از ریشه. فقط شما میتونید از این نوع قیچی، از این درصد بیاید از ساقه مو بتونید اونو باش کار کنید و به بهترین شکل تراکم مو رو از ساقه کم کنید. به این شما پس از ریشه استفاده نمی کنید. دومین قیچی که میخوام بهتون معرفی کنم قیچی 13% هست، یعنی پیتاژ 13%. این قیچی حالتش دقیقا اگه دقت کنید دندونه هاش ضخیم تره و فاصلهش بیشتره. خب این قیچی کجا استفاده میشه؟ این قیچی میتونه میکس 27% باشه که بتونیم اینا رو به بهترین شکل از ساقه حجمش رو بگیریم و اینا، یعنی 13% چون دندونه هاش ضخیم تره حتما باید افکت دست رو رعایت کنید، یعنی پوزیشن دست یا همون افکت دست خیلی مهمه تو هرکات استفاده از بعضی از قیچی های پیتاژ. پس این 13% هم قیچی هستش که ما از ساقه باید تراکم رو کم کنیم یا برش بدیم. قیچی بعدی خیلی قیچی دوست داشتنیه، سبون قیچیه که دارم بهتون معرفی کنم از دست پیتاژ ها. واقعا یه داستانی پشتش هست، اون کسی که اینو طراحی کرده و تولید کرده و حالا میخوام داستانش هم به شما بگم. قیچی 6% هستش، نگاه کنید، با دندونه های ضخیم در فاصله های بیشتر. این قیچی هستش که شما میتونید از تراکم موها کم کنید. یعنی خودم قبلا میومدم از 27% استفاده میکردم برای کم کردن تراکم موها، یعنی یا همون اصطلاح حجم گرفتن موها میومدم ازش استفاده میکردم، از 27% استفاده میکردم، ولی از وقتی با 6% آشنا شدم خیلی کارام آسان تر شده. یعنی با 6% شما میتونید کف سر هم شما حجم موها رو کم کنی. چطور؟ این قیچی داستانش به این شکله که اون کسی که اینو ساخته، ما کلن به صورت طبیعی پردازش داریم تو مو. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تو فصل گرما، سرما یا حتی آب سرد و گرم که میشه مو پردازش میشه، یعنی موهای کهنه میریزه، یعنی ریش به ریشه شوک وارد میشه، موها میریزه و دوباره جایگزینش مو در میاد. اون کسی که اینو ساخته اومده دقیقا به این قضیه فکر کرده. یعنی شما زمانی که از قیچی 6% استفاده میکنی کاملا تراکم موها رو به صورت پردازش کم میکنه و زمانی که مو رشد میکنه هیچ آسیبی تو حالت نداره و خیلی جذاب این داستان این قیچی و خیلی کار راحت تر کرده.
اینو توی کیت های خود قیچی های برند ورن میشه خریداری کرد، ولی اگه نشود هم شما میتونی حتی خودتون از 27% یه همچین قیچی رو بسازید. خب خیلی از همکارا توانایی خرید نداشتن یا اینکه اصلا نتونستن پیداش کنن، چون قیچیش تو ایران نیست، باید حتما سفارش بدیم از سایتش، حالا دسترسی بهش خورده سخت. اینو حتما بتونین اگه داشته باشین یا درستش کنید، خیلی خیلی کارتون رو جلو میندازه و راحت تر میکنه. قیچی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم یه مدل پیتاجیه که حالت اره‌ایه و اینکه اگه دقت کنید دقیقا نوکاش یه حالت تیز یا از کمر حالت هلالی که ایجاد شده، این دقیقا میاد چیکار میکنه؟ این قیچی کارش اینه که شما وقتی اینو به صورت کج، یعنی موها باید به این شکل دستتون گرفته بشه، یه شیبی داشته باشه که ازش استفاده کنید. اگه صاف بزنید کاملا مثل این میمونه که شما اومدی با تکات اومدی به این شکل موها رو برش کردی، برش های ریز. مثلا موهایی که خیلی تراکم بالاست و صاف لخته، شما میتونی موها رو خیس کنی خیلی راحت، سرعت کار رو با این قیچی ببری بالا و خیلی جذابه. تنها حالا میشه گفت بدی که داره اینه که کلن یه حالتی ماشینیه، دیدی مثلا حالا مرتب میاد خود میکنه موها رو و اون بالا پایین ها رو خیلی شدید مثل تکات به صورت پوینتی ایجاد نمیکنه تو مو و میتونه تو سرعت کمک کنه و حالا خودم شخصا زیاد ازش استفاده نمی کنم، ولی میتونه خیلی کارو به بهترین شکل پیش ببره. قیچی بعدی لاین استایلینگ، خیلی کم استفاده میشه ازش، اونم دقیقا مثل قیچی قبلی حالت ماشینیه. دندوناش اگه دقت کنید خیلی دندونای عجیب غریبی داره، یعنی یهو یه پن میشه، بعد سه تا دندونه ریز میشه، بعد دوباره پن میشه. این سازندش دقیقا به این فکر کرده که ما میایم هی دسته موها رو با تکات میایم برش میکنیم، هی از طولای موها هی برش میکنیم تا بتونیم مثلا اون برش های لازم یا نوع پیتاجش رو تو موها ایجاد کنیم، یه شکل و یه حالتی بگیره موها. ولی اینا نه، اینا میاد کلن کارت راحت میکنه، موها رو خیس میکنی و با افکت هایی که داره. ببینید بچه ها استفاده از این، حالا هر جا دیدین اصلا استفاده کردن از این قیچی ها آموزش میخواد، اصلا به همین راحتی نیست. یا نگید صاف دستتون حالا بگید که این خودش پیتاج میکنه دیگه، یا مثلا برش میکنه من صاف بزنم، نه. این قیچی ها رو اگه شما صاف بزنی کاملا رد قیچی تو مو میمونه. این سطح یعنی اون حجم که توی خود اون قسمت دنده به دنده شدن قیچی به کار برده و اون کاملا رد قیچی میندازه و افکت هایی رو باید داشته باشه که یا پوزیشن دست هایی باید داشته باشه که شما به بهترین شکل اون برش ها رو ایجاد کنید تو مو و کار شما سریع تر بشه. فقط طراحی این قیچی ها برای سریع شدن کار، یعنی حالا فکر شده بهش یا تولید شده، برای اون زیبایی زیاد پیشنهاد نمیشه. آخرین قیچی که میخوام بهتون معرفی کنم قیچی پیتاج، دقیقا حالا همون لاین استایلینگه، لاین استایلینگی که حالا قبلیه وسطاش سه تا دندونه داشت، این ولی کاملا برشهاش خیلی زیاده. اگه دقت کنی میبینید دقیقا برشهاش وسطاش خیلی زیاده، یه حجم زیادی از مو رو میگیره. این کاملا استایلش مثل همون قیچی قبلی است، ولی حالا با تراکم کمتر اون حالت و اون پوزیشن با پوزیشن دستای خاص خودش موها رو برش میده و باعث میشه که مو یه شکل شمایل خوبی بگیره. بازم میگم فقط به خاطر سرعت کاره، تا حدودی تو زیبایی کمک میکنه، بیشتر برای اون سرعت است و خیلی کم ازش استفاده میشه. خب دوستان، قیچی های پیتاجی که من حالا موجود داشتم و باهاشون دارم کار میکنم رو اومدم توضیح دادم در موردشون، ولی خب اینا همش آموزش میخواد. مطمئنا تو ویدیوهای بعدی ما میایم تک تک اینا رو، پوزیشن دستا رو بهتون میگیم که بتونید چجوری کار کنید، ولی میدونم که خیلیاتون از یه سری قیچی های پیتاج استفاده میکنین، خب یه سری هاشون رو ندارین، اشکالی نداره، ولی کاربردی ترینشون همون قیچی هایی که تو سه تا قیچی که اول بهتون گفتم، اونا خیلی کاربردیه و هم تو موهای خیلی کوتاه، مدیوم و لانگ استفاده میشه.
و قیچه 27 13 و 6 درصد هستش که قیچه خیلی کاربردی هست و میتونید ازش به بهترین شکل استفاده کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اینکه بچه‌ها ما یه چیزی که دوست داریم این که واقعا کامنت های شما خیلی ما رو خوشحال میکنه و خیلی کمکمون میکنه. یعنی من حتی این ویدیو رو الان دقیقاً با کامنت های شما اومدم ساختم. یه مثلا یه جرقه تو ذهن من ایجاد شد که آقا من باید در مورد قیچی های پیتاج یه بحثیه که باید واقعا اطلاعاتش داده بشه به مخاطبمون. خیلی ممنون میشم که باز هم این کامنت های پیشنهادیتون رو بذارید و ما مطمئن باشید که بهش فکر میکنیم و در موردش صحبت میکنیم، تولید محتوا میکنیم که شما به بهترین شکل بتونید ازش استفاده کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.